سلام میکنم همه دوستای خوبم هم خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم دیگه یک مثال حل بکنیم از قضیه فشردگی یا ساندویچ و بعد یک نکته خیلی خیلی مهم رو از این مثال با هم دیگه اخراج بکنیم مثالی که میخوام حل بکنم مثال تابع fx مساویه مساوی با x به توان دو ضرب در سینوس یک x هم هست که یکی از معروف ترین مثال های قضیه فشردگی هست و سوالی که از ما پرسیده شده حد x به سمت صفر x به توان دو سینوس یک x هم هست خب وقتی که شما یک چنین چیزی میبینید یعنی ضرب یک تابه در یک تابه دیگه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه یا قاعدتا باید برسه این هست که بیاید و این رو از قانون ضرب توابع حد استفاده بکنید و بگید که این مساوی میشه لیمیت x به سمت صفر x به توان دو ضرب در لیمیت x به سمت صفر سینوس یک x این اولین چیزی هست که به ذهن آدم بعد از یک مدت حل کردن مسائل حد میرسه خب این عبارت رو که من میدونم مساوی با صفر هست چون چند جمله ها من میتونستم خودمون عدد رو داخلشون قرار بدم و حد رو به دست بیارم اما این حد چی میشه خب این خیلی حد سختی هست حساب کردنش من ازتون میخوام ویدیو رو متوقف بکنید و چند دقیقه فکر بکنید که وقتی مخرج این کس میره به سمت صفر در این صورت یک ایکس به اعداد خیلی خیلی بزرگ نزدیک و نزدیکتر میشه یک صفرم و خیلی سخت حساب کردن این حد و ما به زودی با هم خواهیم دید که این حد اصلا وجود نداره و بنابراین حساب کردن این حد عملا ممکن نیست و بنابراین این روش به ما کمک نمیکنه برای محاسبه این حد اما قضیه ساندویچ یا فشردگی چطور میتونه به من کمک بکنه بیایید با هم یک مرور بکنیم قضیه رو قضیه ساندویچ به من میگفت که اگر یک تابع F, F ساندویچ شده باشه بین یک تابع J و یک تابع H یعنی بین اونها قرار بگیره مقدارش در یک همسایگی نقطه A به غیر از خود نقطه A که ما به این گفتیم یک همسایگی محذوف حالا اگر من بدونم که حد x به سمت a تابع h و حد x به سمت a تابع j هر دو مساوی با l میشن در این صورت من میتونم نتیجه بگیرم که حد x به سمت a تابع f چون بین این دو تابع ساندویچ شده در یک همسایگی محذوف نقطه a اون هم برابر با l میشه حالا من میخوام از این قانون استفاده بکنم برای محاسبه این مثال یک چیزی که باید کم کم یاد بگیریم و به زودی یک قانون کلی هم از این در میاریم این هست که در این گونه توابع بریم ببینیم آیا یکی از توابع ما کراندار هست یا نه البته من کراندار رو تعریف دقیق هم خواهم کرد اما به این معنی که من میتونم بگم که حد اکثر برابر با چه عددی میشه یک عدد کاملا مشخص و حتی اقل هم برابر با چه عددی میشه باز هم یک عدد کاملا مشخص الان در این مثالی که من دارم سینوس یک اکسوم، من میدونم که حد اکثر برابر با یک هست و حد اقل برابر با منفی یک چون من میدونم که سینوس یک تابعیه که همیشه بین یک و منفی یک حرکت میکنه بنابراین من چه نتیجه ای می میتونم بگیرم من میتونم نتیجه بگیرم که x دو سینوس یک x x2 سینوس یک x حد اکثر و در بیشترین حالت ممکن برابر با خود x2 میشه یعنی x2 ضرب یک دیگه نمیتونه از این عدد بزرگتر بشه چون این سینوس یک ایکسام داره دائم اینو کوچیکتر از ایکس 2 میکنه به غیر از حالتی که سینوس یک برابر با یک هست و از طرف دیگه من میدونم که امکان نداره که این تابع من کمتر بشه از منفی یک ضرب در ایکس 2 یعنی منفی ایکس 2 چون این سینوس حداقل میشه منفی یک دیگه از این عدد کوچیکتر نمیشه و بنابراین این مقدار حداقل یعنی دیگه کمتر از منفی ایکس دو نمیتونه بشه خب حالا دیگه ما تقریبا این مسئله رو حل کردیم چرا؟ چون من میدونم که پس این شد خاصیت یک که من من تونستم یک تابع h و یک تابع j پیدا بکنم این H هم هست, این J من هست. اما من خاصیت دوم رو هم دارم. من میدونم که حد X به سمت صفر x به توان دو مساوی هست با صفر و حد x به سمت صفر منفی X به توان دو هم مساوی هست با صفر. و در نتیجه از این دو عبارت من میتونم چه نتیجه بگیرم؟ من میتونم نتیجه بگیرم که حد x به سمت صفر x2 سینوس یک x حتما مساوی هست با صفر به این دلیل که x2 سینوس یک x ساندویچ شده بین دو تابعی که حد هر دو در اون نقطه خاص میشه صفر و بنابراین حد خودش هم طبق قضیه فشردگی باید برابر با صفر باشه حالا بذارید من شکل این تابه رو اصلا براتون بیارم که قضیه فشردگی خیلی براتون اصلا واضح تر بشه خب این الان شکل این تابه هست بذارید من بذارمش مثلا این گوشه بالای صفحه این تابه سبز رنگی که میبینید اینجا کشیده شده تابه Y مساوی با x2 هست این تابع قرمز رنگی که میبینید اینجا کشیده شده تابع Y مساوی با منفی x به توان دو هست و این تابع بنفشی که میبینید اینجا کشیده شده تابع x2 سینوس یک ایکسوم هست و همینطوری که میبینید این تابع x2 سینوس 1X هم داره دائما نوسان میکنه بین x2 و منفی x2 و امکان نداره بیشتر از x2 بشه یعنی حداکثر برابر با x2 میشه و حداقل هم برابر با منفی x2 میشه و همونطوری که میبینید این تابع در همسایگی نقطه صفر یعنی در همسایگی x مساوی با صفر یا در حقیقت n صفر ساندویچ شده بین این دو تابه و بنابراین چون حد هر دوی این ایگر مساوی با ایکس و ایگر مساوی با منفی x در این نقطه صفر میشه صفر حد این تابه من هم باید بشه صفر چون اینجا ساندویچ شده به این شکل خیلی خیلی خوب نگاه بکنید چون قضیه فشردگی رو به, به طور کامل براتون جا میندازه